دکتر سنابرق زاهدی مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت طی مصاحبه‌ای با اورین تلویزیون اپوزیسیون سوریه جزئیاتی از جنایات رژیم آخوندی در سوریه را افشا کرد. كشفت المعارضة الإيرانية عن قائمة تضم أهم قيادات الحرس الإيراني في سوريا ودورهم في قتل أكثر من 50. اپوزیسیون ایران لیستی را منتشر کرد که در آن مهمترین فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه و نقش آنها در کشتار بیش از 500 هزار نفر از مردم سوریه و آواره کردن میلیون ها نفر برملا شده است. در گزارش اپوزیسیون ایران اشاره شده که جواد غفاری، یکی از سرکردگان سپاه پاسداران، فرماندهی جبهه شمالی جنگ سوریه را به عهده دارد و یکی از مهمترین مهره‌های قتل و کشتار در این جبهه است. او در ارتباط دائمی با بشار اسد و حسن نصرالله است و همیشه به همراه قاسم سلیمانی با آنها دیدار می‌کند. این گزارش فاش می‌کند که غفاری علاوه بر عناصر سپاه پاسداران 18 گروه از شبه نظامیان دیگر رژیم را فرماندهی می‌کند. دومین فرمانده رژیم ایران در سوریه سرتیپ محمد رضا فلاح‌زاده فرمانده اتاق عملیات سپاه پاسداران در جبهه دیرالزور و آلبوکمال است. او یکی از اعضای باسابقه سپاه پاسداران در طول جنگ ایران و عراق بوده است. نفر سوم سرتیپ پاسدار رحیم نوعی اقدم یکی از بلند پایه ترین فرماندهان سپاه قدس و فرمانده جبهه جنوبی موسوم به پایگاه زینب است. در لیست افشا شده اپوزیسیون ایران فرد دیگری به نام سید رضا موسوی نماینده نیروی سپاه قدس و یکی از کانال‌های انتقال لوجستیکی و مالی سپاه پاسداران به سوریه نیز آمده است. دکتر سنابرق زاهدی عضو کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران از پاریس به اورینت نیوز گفت: اعتقد ان مجرد التعرف على طبيعه هؤلاء الجزارين وهؤلاء القتله الذين شناخت این جنایتکاران و قاتلان به خاطر اینکه در جنگ ایران و عراق تخصص نظامی به دست آورده اند و در سرکوب مردم ایران سابقه دارند اهمیت دارد. خامنه ای رسما اعلام کرده که سوریه از نظر او عمق استراتژیکی رژیمش است و حتما شنیده اید که پاسدار سلامی نفر دوم نیروهای قدس سپاه پاسداران گفته است سوریه، عراق و یمن برای ما خط اول جبهه جنگ به حساب می آید. دکتر سنابرق زاهدی گفت رژیم ولایت فقیه نمی تواند باقی بماند و اگر بخواهد باقی بماند مجبور است تا بر روی جمجمه های مردم ایران و منطقه باقی بماند.